دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من پیام انصارزاده هستم از استدیو طراحی نگارخانه وبسایت stnegarkhane.ir. توی قسمت اول برای ساخت موشن گرافیکمون ما رفتیم سراغ یک طرح آماده و از طرح آماده برای کارمون استفاده کردیم. خب استفاده از طرح‌های آماده میتونه پروژه های ما رو سریعتر پیش ببره، هزینه تمام شده اونها رو هم کمتر کنه. اما مشکلی که برای ما ممکنه پیش بیاره اینه که خب این طرح‌ها در اختیار خیلی ها هست و خیلی ها میتونن خیلی راحت این طرح‌ها رو دانلود کنن و ازشون استفاده کنن. امروز بعد توی این آموزش قراره یاد بگیریم چطور توی افتر افکت یک سری تغییرات رو روی طرح‌هامون اعمال کنیم که یک شکل جدیدی بگیره و یه مقدار جذاب‌تر بشه. قبل از شروع کار بریم پیش نمایش رو ببینیم و برگردیم. کامپوزیشن که توی آموزش قبل آبجکت هام رو توش انیمیت کردیم و از این کامپوزیشن یه کامپوزیشن دیگه ایجاد میکنیم و میریم سراغ ادجاستمنت لیر و از قسمت افکت اند پیرست یه سری افکت ها رو نیاز داریم که بهش اعمال کنیم، مثل سی سی بال اکشن. همین افکت رو که اعمال میکنیم خب یه طرح خیلی جالب رو به کارمون میده، همونطور که میدید به شکل پیکسل پیکسل میشه. این خودش جالبه و همین هم باحال میکنه کارمون رو، اما قرار یه مقدار بیشتر تغییرش بدیم و اون شکل بافت پارچه رو به در واقع کارمون بدیم و این رو قرار روی ادجاستمنت لیرمون اعمال کنیم به شکلی که شما خیلی راحت اگر خواستین میتونید یک پروژه دیگه، یک ویدیو یا یک عکس یا توی پروژه دیگه تون بیاین به جای کامپوزیشن انیم اون رو قرار بدین و این افکت رو روی اون کار هم اعمال کنین. خب بریم سراغ افکت بعدی، ویو بار. این رو هم من بهش اعمال میکنم، اما یه سری تغییرات باید توی این افکت اعمال کنیم، مثل این موج هامون که الان حالت سینوسی داره. من نمیخوام به این شکل باشه، میرم سراغ تراینگل و اون حالت زیگزاگ رو بهش میدم. من اینکه موج هام یه مقدار با حالا پیکسل هایی که اینجا داریم یه مقدار مچ بشه، یه سری تغییرات رو توی عرض و ارتفاع موج ها من ایجاد میکنم و عرض موج ها رو کمتر میکنم. خب خیلی زیاده فعلا، خب 15 هم نه به نظر، 13 بد نمیاد، 12 هم خوبه و ارتفاع موج هامون خب هر چقدر کمتر باشه اون دقیقا شکل مربع رو میگیره. فکر کنم مثلا 6 5 شاید 6 بهتر باشه. میگه الان یه مقدار باز شکل کارمون باز تغییر کرد، اما یه مقدار اگر بال سایز رو کمتر کنیم، مثلا بذاریم روی 60 65، میبینی که الان یه جورایی انگار که اینا توی هم دیگه رفتن، هی یه دسته روی یک دسته دیگه، اون حالت بافت پارچه رو یه جورایی داریم کم کم حس میکنیم. خب این خیلی کار داره باحال میکنه، اما فکر کنم اگر که بریم سراغ اکسپرشن و بریم این پارامترها رو به هم دیگه مرتبط کنیم خیلی کارمون بهتر میکنه. اگر در واقع گرید اسپیسینگ رو هم کمتر کنید، مقدارش هر چقدر کمتر باشه دیتیل ها یا جزئیات کمتری رو از دست میدید. هر چقدر بیشتر باشه، مثلا من این رو بزنم روی 10، میبینید که در واقع دیگه اون شکل نوشتمون خوب خوانا نیست و آبجکت هم خوب دیده نمیشه. هر چقدر هم کمتر باشه اون حالت رو یه جورای خیلی ریزتر داریم و جزئیات کمتری رو از دست میدیم. حالا اینجا من فکر کنم مقدار 5 خوبه، یعنی اون فرم بافت پارچه رو یه جورایی داریم. اما چطور حالا این پارامترها رو به هم دیگه متصل کنم؟ میتونیم بریم سراغ عرض موج ها. آلت رو نگه داریم و روی آیکون استاپ واچش چپ کلیک کنیم. محیط اکسپرشن نویسی برام ایجاد میشه. کاری که باید بکنیم بیایم با استفاده از ابزار پیک ویب
و افتر افکت بگیم که مقداری که توی گرید اسپیسینگ هست رو اینجا و برای پارامتر ویب برای عرض موج هامون قرار بده. خب اینو من میذارم، همونطور که میاد این رو مینویسه و خودش به صورت خودکار این کار رو انجام میده و اشاره میکنه به پارامتری توی افکت سی سی بال اکشن. خب حالا برای اینکه مقدار 5 که الان اینجا هست تبدیل بشه 12، یه مقدار ریاضی رو چاشنی کارون میکنیم. اگر که این 5 باشه ضرب در 2 بشه و به اضافه 2 بشه میشه 12، همون 12 رو اینجا داریم. خب این کار درستیه و از نظر ریاضی اوکیه، ولی من پیشنهاد میکنم برای اینکه در واقع جلوتر که بحث کد نویسی و اکسپرشن رو حرفه‌ای تر کار میکنید، قرار کد هاتون رو در اختیار دوستاتون بذارین برای اینکه اونها گیج نشن، چون توی بحث ریاضی ماشین حساب هایی بودن که می اومدن اول 2 به اضافه 2 رو جمع میکردن بعد ضرب میکردن. همونطور که میدونید تقدم ضرب نسبت به جمع بیشتر، این درسته، اما اگه شما بیاین این رو مثلا بردارین و یه پرانتز باز کنین، اینو بذارین توی پرانتز، خیلی قشنگ‌تره. میاد اول پرانتز رو حساب میکنه بعد پرانتز رو جمع میکنه با 2. حالا برای ارتفاع موجمون میتونیم آلت رو نگه داریم، یک بار دیگه چپ کلیک کنیم روی آیکون استاپ واچ. این دفعه این رو من وابسته میکنم از به مقدار عرض موج هامون، میگم از این فراخونه کن مقدار رو. خب مقداری که اینجا هست 12، پس برای اینکه من به 6 برسم خیلی راحت تقسیم بر 2، مقدار 6 رو برای من اینجا میذاره. حالا خیلی راحت میتونم مقدار گرید اسپینسینگ رو تغییر بدم و عرض و طول موج هام هم، عرض و ارتفاع موج رو هم به همین شکل تغییر بدم. اگر بذاریم رو 3، میبینیم که ارتفاع و عرض موج هم به همین شکل تغییر میکنه. خب با استفاده از این روش خیلی راحت تر میتونید مقدارتون رو کنترل کنید. تا اینجا کار خب خیلی خوب پیش رفتیم، اما یه سری جزئیات بیشتر هم میتونیم بهش اضافه کنیم، مثل افکت تربیولنت دیسپلیس. این هم اگه اضافه کنیم کارمون دیگه خیلی یه جوری صاف و منظم و تر تمیزه. قراره یه مقدار بهش در واقع از اون حالت نظم و ترتیب خیلی صاف و صوف بودن درش بیاریم، یه مقدار بی نظمی بهش بدیم. سایزش رو مثلا کمتر کنیم، 10 میتونیم، مقدارش هم بذاریم روی 20، میبینیم که دیگه اونقدر صاف نیست، همه چی خیلی منظم نیست، یه جورایی یه پیچ و تاب های خیلی ریزی بهش میده. این میتونه کارتون رو جالب تر کنه. همین رو یه مقدار باز جزئیات بیشتری بهش اضافه کنیم. از همین کامپوزیشن من یه کامپوزیشن دیگه ایجاد میکنم و میرم سراغ یه دونه سالید سفید، میرم سراغ افکت ونیشن بلایند. این رو من اعمال میکنم و مقدار ترانزیشنش هم روی 50 میذارم، دایرکشنش هم روی 90. بریم سراغ افکت ویو وارپ. افکت ویو وارپ هم بهش اعمال میکنیم، نوع موجها رو روی نویز قرار میدم و یه مقدار اینها رو من کمتر میکنم. فکر کنم اگه اینو در حد 15 هم خوبه. و بریم سراغ یه دونه سالید دیگه، یه سالید مشکم اعمال میکنم، در واقع اضافه میکنم به کار. این دوتا رو انتخاب میکنم و هر دوتا رو پیکامپوز میکنم. پیکامپوزمون رو میریم سراغ بلند مودش و روی اوورلی قرار میدیم. یه مقدار میبینید طرحمون باز خیلی جالب تر میشه، فقط یه مقدار اوپاسیتیش رو باید کمتر کنیم، مثلا روی 50-25 اینجوری یه مقدار اگه دقت کنید جزئیات کار خیلی بیشتر میشه، کارتون از اون حالت ساده بودن باز بیشتر در میاد. فقط یه مقدار باید بریم سراغ این و در واقع از همینجا میتونیم اسکیلش یه کوچولو بیشتر کنیم، خیلی زیاد نه، در همین حد، آره مثلا 105 اگه باشه. خب خیلی روندتر هم هست. یه دونه سالید مشکی هم باز بهش اضافه میکنیم، این هم میذاریم این پایین. دیگه کارمون کامل تموم میشه و چیز خاصی دیگه نیاز نیست اعمال کنیم. این که اگر که این رو هم شما بخواین اوپاسیتیش رو میتونید بیشتر کنید. به نظر من
50 یا 25 اگر فکر میکنید مقدارهای خیلی بهتری هستن. همونطور که این طرحتون از سایی در میاد، فقط دو تا نکته داره. یکی این که افکت ویو وارپ ویو اسپید رو صفر بذاریم، هم اینجا و هم اینجا اومدیم استفاده کردیم ویو اسپید رو صفر بزنید که دیگه موجتون هی حرکت نکنه. اینجا توی طرحی که داشتیم موجمون داشت حرکت میکردیم، خب ممکنه کار رو زیاد جالب نکنه. طرحمون دیگه کامل شد، از اون خام بودن، از اون سادگی در اومده. باز میتونیم بریم سراغ کامپوزیشن انیم دو و سی سی بال اکشن، مثلا گرید اسپیسینگ رو بذاریم روی 3. خب میبینی خیلی الان جزئیات بیشتری رو داریم، کارمون خیلی جذابتر میشه نسبت به فرم قبلی که داشتیم. خب اگه شما بیاین از پروژه های آماده استفاده کنید، از در واقع طرحهای آماده استفاده کنید، خیلی خوبه که خودتون بتونید یه سری تغییرات رو توی طرحتون اعمال کنید که از اون سادگی در بیاد، که خیلی شبیه کارهای دیگه ای که از همین طرحها استفاده میکنن نشه و حتی کارتون خیلی جذابتر هم بشه. دوستان عزیز، امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشین و بتونین توی کارهاتون استفاده کنین. حتما حتما نظرتون رو در مورد این آموزش و آموزش های دیگه که توی وبسایت هست با من در میون بذارید.